بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در این گفتار به شرح سخنان مولای متقیان و امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام در باره ضرورت رسیدگی به قشر آسیب پذیر جامعه می پردازیم. اون حضرت در این زمینه چنین می فرماین: ثم الله الله فی الطبقت السفلا من الذین لا حیلت لهم و المساکین و المحتاجین و اهل البؤسا و الزمنا فإن فی هذه الطبق قانعا و معترا واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صواف الإسلام في كل بلد فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى. يعني آنگاه خدا را در نظر داشته باش در خصوص طبقه پایین و محروم جامعه که هیچ چاره ای ندارند. از زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه محروم و مستمند جامعه گروهی خیشتنداری کرده اند و گروهی دیگر دست نیاز دراز می کنند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است. بخشی از بیت المال عمومی کشور و بخشی از غله های زمین های غنیمتی جهان اسلام را در هر شهری به این طبقات پایین اختصاص ده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت آن هستی. مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به محرومان باز دارد. انجام کارهای فراوان و مهم عذری برای ترک مسئولیت‌های کوچکتر نخواهد بود. همواره در فکر مشکلات مردم باش و از آنان روی مگردان. به ویژه امور کسانی را بیشتر رسیدگی کن که به چشم نمی آیند و دیگران آنها را کوچک می شمارند و کمتر به تو دست رسی دارند. برای رسیدگی به این گروه افرادی را برگزین که مورد اطمینان تو هستند و خدا ترس و فروتن می باشند، تا با بررسی مسائل آنان مشکلات آنها را به تو گزارش کنند. آنگاه در رفع مشکلاتشان به گونه ای عمل کن که در پیشگاه خدا عذری داشته باشی، زیرا این گروه در میان رعیت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند و حق آنان را به گونه‌ای بپرداز که در نزد خدا معذور باشی. از یتیمان خردسال و پیران سالمند که راه چاره‌ای ندارند و دست نیاز بر نمی‌دارند پیوسته دلجویی کن که مسئولیتی سنگین بر دوش فرمانروایان است. اگرچه حق سنگین است، اما خدا آن را بر مردمی آسان می کند که آخرت را می طلبند و نفس را به شکیبایی وامی دارند و به وعده های پروردگارشان اطمینان دارند. پس بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی کنی و در مجالس عام با آنان بنشین و در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خود را
از سر راهشان دور کن، تا سخنگوی آنان بدون واهمه از آنان با تو گفتگو کند. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارها شنیدم که می فرمود ملتی که حق ناتوانان را از زورمندان بدون لکنت کلام و بهانه باز نستاند رستگار نخواهد شد. پس درشتی و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن و تند خویی و خود بزرگ بینی را از خود دور ساز، تا خدا درهای رحمت خود را به روی تو بگشاید و تو را پاداش اطاعت ببخشد. آنچه به مردم میبخشی باید بر تو گوارا باشد، و اگر چیزی را از کسی باز میداری با مهربانی و عذرخواهی همراه باشد. اما شرح این سخنان گوهربار مولا علی علیه السلام. در فراز قبلی که در گفتاری دیگر خدمت شما شرح داده ایم، به مبحث تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی اشاره داشت. اما در این فصل امام علی علیه السلام به اهمیت رسیدگی به محرومان و اقشار آسیب پذیر جامعه می پردازد. تقارن این دو فراز در کنار یکدیگر ما را به اهمیت توسعه اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی واقف می سازد. به منظور توضیح بیشتر این نکته، اصول اساسی توسعه اجتماعی را که در دنیای پیشرفته امروز و در کشورهای توسعه یافته مورد اهتمام اندیشمندان و سیاستمداران آگاه قرار گرفته است، از سمع و نظر گرامی شما عزیزان می گذرانیم. توسعه اجتماعی عبارت است از فرایند رشد جامعه در جهت رسیدگی به نیازمندان، افزایش امنیت اجتماعی، جبران خسارتها، پیشگیری از آسیبها، محافظت از مردم در برابر حوادث و تضمین برخورداری همگان از مواهب اولیه زندگی. در سایه توسعه اجتماعی، سلامت جسمی و روحی برای مردم فراهم می شود و شادابی و امید به آینده در سطح جامعه افزایش می یابد. این اصول که موجب چنین دستاورد بزرگی هستند باید شامل مواردی باشند که به مهمترین آنها اشاره می کنیم. همگانی شدن تسهیلات آموزشی، پرورشی، بهداشتی و درمانی، برنامه ریزی برای رشد عموم مردم، گسترش سواد آموزی به صورت فراگیر، حفظ تراوت و شادابی جامعه و کاهش میزان اضطراب و افسردگی، تقویت روح برادری، برابری، گذشت، همیاری و شکیبایی، همچنین صفتهای زیبایی مانند درستکاری، آزادگی و مراعات حقوق دیگران، تضمین مایحتاج رفاهی ضروری برای همگان. اصل دیگر، حاکم ساختن اصل کار و تلاش در جامعه و زدودن روحیه تناسایی و تنپروری و راحت طلبی است. اصل دیگر، تناسب میزان سرانه سلامتی با نیازهای واقعی مردم است. اصل دیگر، تدوین و اجرای نظام جامعه رفاه و تأمین اجتماعی است. اصل دیگر، هدفمند کردن صحیح و درست یارانه هاست. اصل دیگر، همخوانی میزان رشد جمعیت
با ظرفیت ها و امکانات کشور است. اصل دیگر قرار دادن بنیان جامعه بر اساس نظم و انضباط اجتماعی است. این بود توضیح مختصری درباره خدمات اجتماعی که باید از جانب دولت‌ها و حکومت‌ها به عموم مردم خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر جامعه ارائه گردد. تجارب ارزشمند بشر در طول تاریخ حکومتداری این حقیقت را اثبات کرده است که اگر در کنار رشد اقتصادی و تجاری یک کشور رشد خدمت رسانی به مردم خصوصا تهیدستان و مستمندان و بیچارگان نیز فراهم گردد، آن جامعه می تواند به توسعه جامع دست یابد و در غیر این صورت حکومت با شورش ها و اعتراض های مدنی مواجه خواهد بود. در پناه حضرت حق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.